مرقس فصل دوازدهم. عیسی به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت: مرد تاکستان احداث کرد و دور آن دیوار کشید، در داخل آن حوضچه برای گرفتن آب انگور کند و یک برج هم برای آن ساخت، بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلام را پیش باغبانان فرستاد تا حصه خود را از حاصل تاکستان بگیرد، اما آنها آن غلام را گرفته لت و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگر نزد ایشان فرستاد، او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی احترامی برگردانیدند. باز غلام دیگر فرستاد، او را هم کشتند. بسیاری از کسان دیگر را نیز همین طور، بعضی را زدند و بعضی را کشتند. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. آخر او را فرستاد و پیش خود گفت: آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک او از ما شود. پس پسر را گرفتند و او را کشتند و از تاکستان بیرون انداختند. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید، این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دیگران واگذار می کند. مگر در کلام خدا نخوانده اید: آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود خواستند عیسی را دستگیر کنند، چون فهمیدند روی سخن او با آنها بود، اما از مردم می ترسیدند، پس او را ترک کردند و رفتند. عده‌ای از پیروان فرقه فریسی و طرفداران ایرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیندازند. آنها نزد او آمده گفتند: ای استاد، می دانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی کنی، چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی کنی، بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نی؟ آیا باید مالیات بدهیم یا نی؟ عیسی به دسیسه ایشان پی برد و فرمود: چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه اینک را بیاورید تا ببینم. آنها برایش آوردند. او به ایشان فرمود: نقش و عنوان کی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان امپراتور. پس عیسی فرمود: بسیار خوب، آنچه را از امپراتور است به امپراتور و آنچه را از خداست به خدا بدهید. و آنان از سخنان او تعجب کردند. بعد پیروان فرقه صدوقی پیش او آمدند. این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیز وجود ندارد. آنها از عیسی پرسیدند: ای استاد، موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد، برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندان بیاورد. 7 برادر بودند، اولی زن گرفت و بدون اولاد مرد، بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همین طور 3 تا بالاخره هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده می شوند، او زن کدام یک از آنها خواهد بود؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کلام خدا خبر دارید و نه از قدرت خدا؟ وقت انسان از عالم مردگان قیام می کند، دیگر نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه مانند فرشتگان آسمانی است. و اما درباره قیامت مردگان، مگر تا به حال در کتاب موسی در داستان بته سوزان نخوانده اید که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود: من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم؟
خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است، پیش آمد و پرسید: مهمترین حکم شریعت کدام است؟ عیسی جواب داد: اول این است، ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند یکتاست و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است، همسایه‌ات را مانند خود محبت نما. هیچ حکم بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی. خدا یکی است و وجود او خدای نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقت عیسی دید که جواب عاقلانه داده است، به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی‌کرد از عیسی سوال بکند. عیسی ضمن تعالیم خود در خانه خدا چنین گفت: ملایان یهود چطور می توانند بگویند که مسیح پسر داوود است، در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند می خواند، چطور او می تواند پسر داوود باشد؟ جمعیت کثیر با علاقه به سخنان او گوش می دادند. عیسی در ضمن تعالیم خود به آنها فرمود: از ملایانی که دوست دارند با چپنهای دراز بیایند و بروند و علاقه شدید به سلامهای احترام آمیز دیگران در بازارها دارند، احتیاط کنید. آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در میمانی ها اشغال می کنند. مال بیوزنان را می خورند و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. جزای آنها سختتر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال خانه خدا نشسته بود و می دید که چگونه اشخاص به آن صندوق پول می انداختند. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. بیوزن فقیر هم آمد و دو سکه که تقریبا 2 روپیه می شد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواست و فرمود: به یقین بدانید که این بیوزن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول انداختند پول داده است، چون آنها از آنچه که برای آن مصرف نداشتند دادند. اما او با وجود تنگدستی هرچه داشت، یعنی تمام معاش خود